بچهای گلم سلام، ایشالله که حالتون خوبه. با 13 تحلیل آزمونهای امسال کانون در خدمتتون هستم. این در واقع 13 آزمون کانونه، 11 تاش تو سال 99 بود، 12 تو سال 1400 بود که 7 فروردین بود و اینم 13. بسیار تحلیل‌های عالیه، حتما ببینید تمام تحلیل ها هم در کانال بابک ساده 2016 تلگرام و هم در سایت من یعنی بابک ساده.net آپلود میشه و لینکش رو به صورت استریم میتونید تماشا کنید، لذت ببرید و کمک کنید به پیشرفت ریاضیتون که قطعا راحت ترین درس اختصاصیه. خب بچه های گلم، این آزمون خیلی آزمون مهمیه، یعنی از اهمیت این آزمون هر چی بگم کم گفتم. خب مباحثش که میدونید که کل نیم سال اوله. الان 60 سوال میخوام براتون حل کنم، هم تجربی هم ریاضی. همتون ببینید، یعنی هم بچه ریاضی تحلیل تجربی رو ببینن، هم بچه تجربی تحلیل ریاضی رو. شروع میکنیم از سوالای تجربی، میریم جلو. سوالای اول از تابع، مثلثات، حد و پیوستگی و بخش اول مشتق. مشتق 2-3 سوال بیشتر نداشت که حالا احتمالاً اتفاقا یکیشم خودم داده بودم اون سوالو که معادله مماس بود و عامل صفر شونده داشت، فکر کنم سوال آخر آزمون بود. این برای بچهای تجربیه. برای بچه ریاضی خب طبیعتاً کماف سابق سطح سوالات قطعا بالاتره. من حالا یه نگاه کلی انداختم، هنوز حل نکردم، تا کامل بررسی نکنم نمیتونم در مورد درصداتون نظر بدم. پس کامل تحلیل رو نگاه کنید و در مورد درصداتون هم با هم دیگه حرف میزنیم. خب بریم سراغ تحلیل آزمون. سوال اول طول قطر یک مستطیل رو خواست. خب این خیلی شبیه تست کنکور بوده قبلا. دو تا تابع داریم، یکیش قدر مطلق x منهای 1، یعنی قدر مطلق x یه دونه میاد پایین با همون فیزیک. یکی هم منفی قدر مطلق x منهای 1 به اضافه 2، یعنی دو تا میره بالا با همون فیزیک. خب مشخصا این رادیکال 2، اینم رادیکال 2، اینم رادیکال 2، اینم میشه 2 رادیکال 2. و قطر من که الان این بنفش است میشه وتر این مثلث که میشه 2 به اضافه اینم 8 میشه 10، پس میشه رادیکال 10، یعنی گزینه 2. سوال بعدی براکت تی مساوی تی شده. آقا کی این دوتا مقدار با هم برابر میشن؟ نمودار ببین، نگاه کن، براکت اینه، براکت ایکس مثلا، تو بگو براکت تی. وقتی میگی براکت تی یعنی محور تیه. خب براکت تی، حالا خود تی چیه؟ خود تی هم در نقاط صحیح. حالا گفته چند جواب طبیعی و کوچکتر از 100 دارد. خب طبیعی یعنی از 1 شروع میشه، منتها تی 1ه. x چند بوده؟ یعنی شما عدد صحیح بیرون بیا، بیرون بیا، این براکته. ببین اونجا هم با قلبت تفکیک کنی، اولین xی که اون اتفاق میفته طبیعیش میکنه چنده؟ 3. آخریش چنده؟ گفته کوچکتر از 100. تعداد اینا میشه براکت 100 سوم که میشه 33 و خورده ای که میشه 33 تا. میتونی هم تعداد اعداد، تعداد جملات تساوی عددی حساب کنی اگر این فرمولا رو دوست نداری حفظ کنی. منم دوست ندارم. 3, 6, 9 تا 99. ببین چند تاست این آخری منهای اولی، همون جمله عمومی رو مینویسی. آی ان مساوی آ ان منهای 1 در دی، انت به دست میاد همون 33 تا، یعنی گزینه 1. سوال بعدی که خب یه سرسره است، از منفی 1 تا 2، یعنی گزینه 3، تموم شد. سوال چهارم، اگر اف همانی باشد، اف ژئوم در دامنش اکیدن کدوم ژ رو قبول میکنی؟ یعنی ایکس بروی، خب اونایی که ساده تر رو چک کنیم، ایکس ایکس هم که خب ایکس بروی یک ایکس هم البته میشه ایکس دو نمیشه، ایکس بروی قدر ایکس 1 نواست ولی اکید نیست، ایکس بروی رادیکال ایکس میشه رادیکال ایکس، ایکس بروی رادیکال میشه رادیکال ایکس که در دامنه خودش اکیدن سعودیه. سوال بعدی میگه ژ و اف، ایکس ها میخوام برن تو اف. خب اف همه رو را میده، اف ایکس باید عضو دامنه ج باشه، یعنی اف ایکس بشه 0 این میشه 2 مقدار، اف ایکس بشه 3 این هم میشه 2 مقدار 4 تا، اف ایکس بشه منفی ای یه مقدار میشه 5 تا. اف ایکس هم منفی 2 نمیشه، پس 5 تا یعنی گزینه 3. در مجموع این 5 تا سوال به نظر من 4 تاش راحت بود و تا اینجا 4 تا داریم دیگه، 4 تا سوال راحت و یادتون باشه. بریم از سوال 86 به بعد جلو. سوال 86 اف داده تجربه داشته باشی توی تستامون هست. این دامنه این تابه فقط x مساوی 4، یک تابه نقطه ایه، x مساوی 4 فقط صدق میکنه. حالا چند عدد صحیح در دامنه اف و ژ؟ ژ همه رو میگیره، ژ همه رو میگیره، ولی خروجیش باید 4 بشه، یعنی اون براکته باید 4 بشه، یعنی منفی 2x به اضافه 1 باید بین 4 و 5 باشه. یه دونه اگر از طرفین کم کنم میشه منفی 2x بین 3 و 4 باشه، پس x میشه بین، جاشون عوض میشه، منفی 2
و منفی 3 دوم که هیچ عدد صحیحی رو نداره میشه 0 تا اف با داده ژ رو داده میگه ژ اکیداً نزولی با دامنه آر باشد. بچه ها اکیداً نزولی با دامنه آر یه تا مثال بزن از مبدا میگذرد، یعنی مثلا منفی x دامنه تابع ژ و اف. چه قشنگ ژ و اف همیشه ضربا بود از قراقا ترکیبشون من ندیده بودم تا حالا سوال اینجوری. دمش گرم هر کی نوشته. ژ و اف میشه منفی 3x منهای 5 باید بزرگتر مساوی 0 باشه، پس میشه 3x کوچکتر مساوی منفی 5 و x میشه کوچکتر مساوی منفی 5 سوم. خود منفی 5 سوم هم هست مشکلی نداره، پس میشه گزینه سوم. حالا تا الان پس این دوتا خیلی خوب بوده، اون قبلی 4 تا داشتیم، این ستای دیگر هم بررسی کنیم. بله نمودار ایشون رو ابتدا در راسته محور x با ضریب 3 انبساط میدیم. وقتی با ضریب 3 انبساط میدیم ضریب 1 سوم میگیره پشتش، یعنی این میشه 1 سوم x، 1 سوم x، 1 سوم x. خب همشون هم که دارن. حالا اوکی سپس نسبت به محور y ها، وقتی نسبت به محور y ها قرینه میکنیم x منفی میشه، پس یه منفی 1 سوم x حتما داریم. منفی 1 سوم x منفی 1 سوم. خب اینم همه هستن خدا رو شکر. در نهایت نمودار 1 واید به پایین، آخرش منهای 1 میشه. خب این که تغییر نباید بکنه، این که تغییر نباید بکنه، این همونه. منفی 1 سوم x اون همون به اضافه 1 منهای 1 میشه گزینه 4، چون جلو عقب نرفته که این تر. حالا همینو اگر میگفت، ببین تو رسیدی به منفی 1 سوم x، اگر میگفت 1 واید میبریم جلو، بچه به اشتباهی آخر اینجا میسن منهای 1. نه x ست باید تبدیل به x منهای 1 میشد، یعنی اگر 1 واحد جلو میرفت میشد منفی 1 سوم x به اضافه 1 سوم بعدن. حالا ولی اینجا به اضافه 1 چون تغییر حرکت انتقالی طولی نداشته. سوال بعدی، دو تابع ایشون و ایشون مفروضند، ژ منفی 1 شده 3. خب ژ منفی 1 شده 3 یعنی ژ منفی 1 ایگرگ شده 3، پس ژ ایکسش بوده 3، ژ ایکسش باشه 3 میشه 3 تا 9 1 10، پس این بوده 10، پس دو تا اف منفی 1 بوده 10، پس اف منفی 1 بوده 5، اف منفی 1 شده 5 یعنی اف منفی 1 ایگرگ شده 5، پس اف ایکسش بوده 5 میشه 5 و 2. سال هاست که این سوال مد شده، راحت ترین سوال تابع کنکور قطعا این سوالای تابع مرکب و وارونه. نمودار وارون x به اضافه 3 به توان 3 به اضافه 1، x به اضافه 3 یعنی x 3 تا میره عقب یه دونه میاد بالا، اینه، یعنی این نقطه منفی 3 و 1ه، پس وارونش باید از 1 و منفی 3 شروع بشه. دقیقا گزینه 1 تو مشتته، طلا مال نقی بود تو مشتش بود. به نظر من 5 تاش خوب بود و دانش آموز خوبی که میخواد کنکور رو بالای 50 بزنه تا اینجا باید از این 10 تا 9 تا رو درست جواب میداد. ولی اگرم جواب ندادی اصلا نگران نباش، هنوز دیر نشده، اصلا نگران نباش. اف ایکس مساوی منفی رادیکال ایکس حاصل اف اف منفی 1 1، اف منفی 1 1 یعنی منفی رادیکال ایکس باید بشه منفی رادیکال ایکس که 1 نمیشه، تعریف نشده. در کدام نواحی تانژان بزرگتر از سینوس ناحیه اول و سومه که تانژان بزرگتر از سینوس؟ دو برادر میخوان برشی از کیک رو به شکل زیر تقسیم کنن، قسمت هاشور خورده را یکی از آنها، مثلا من خودم تو کیک این قسمتاشو بیشتر دوست دارم، و قسمت سفید. بعد من و داداشم باید یه اندازه هم داشته باشیم. خب اولین چیزی که توی این شکل به نظر من میرسه که خب این اصلا 5 پی سوم نیست دیگه. خب شکل یعنی اصلا شکل خوبی نیست، یعنی آخه این چجوری 5 پی سومه؟ 5 پی سوم نگاه کن، 5 پی سوم 5 ششم کل دوره، این اصلا یه ذره بیشتر از 1 چهارمه، پس این که نیست. ولی حالا کاری ندارم، آقا فرمول اصلا نمیخواد، مساحت اینا باید با هم برابر باشه. مساحت این شکل رو من دارم، مساحت اون شکل باید دو برابر مساحت این شکل باشه. خب مساحت این شکل پس باید نصف مساحت اون شکل باشه، درسته؟ مساحت اون شکل چیه؟ آقا این کمان اگر 5 پی سوم باشه، اگر این کمان 2 پی بود میشد پی آر 2. حالا این 5 پی سوم 2 پیه، یعنی این اون کسرش 5 پی سومه، 5 پی سوم کل دورشه، یعنی 5 ششم در واقع میشه 5 ششمه، 5 ششمه پی آر 2، پی در 3 به توان 2 یعنی 9 پی، پی ضرب در 9. این اگر ضرب در 2 بشه باید بشه مساحت بزرگه، اون یکی هم میشه 5 ششمه پی ضرب در
سه به اضافه x به توان 2 5 6 هم با هم میرن، این پی پی ها با هم میرن، پس x به اضافه 3 به توان 2 شده 18، پس x به اضافه 3 بوده رادیکالش، یعنی 3 رادیکال 2، پس x بوده 3 رادیکال 2 منهای 3 یا 3 در رادیکال 2 منهای 1، که رادیکال 2 منهای 1 گفته خودش بگیر 1 و 4 دهم میشه 4، 3 تا 4 دهم میشه 1 و 2 دهم، یعنی گزینه 1. سوال بسیار راحت 94 صحبتی ندارم، دو برابر شده پس به 1 دوم بوده، دو برابر شده پس آ هم 2 بوده، 2 تا 1 دوم میشه 1. سوال بعدی سوال 95، پس بذار سوال سختا رو بشماریم، تا اینجا فکر کنم فقط یه دونه سوال داشتیم که حالا یه ذره قلقلک میداد دیگه، نه کدوم بود؟ همون سوال 82 بود، تا اینجا فقط به نظر من 82 یه ذره اونم قلقلک داده بچهای قوی و بچهای کسایی که میخوان امید رتبه عالی باشن، و بازم میگم اصلا دیر نیست، تو ریاضی دیر نیست، شاید تو بقیه درس‌ها نشه، تو ریاضی من میدونم که میشه، تو قشنگ دارم میبینم که میشه، حتی تو یک ماه تو رشد بسیار عالی کنی، از صفر برسی به 40 50 تو یک ماه، حتی تو یک ماه، منتها یک ماه درست با تدبیر با هدف حرکت منطقی در بستر خوب. قسمتی از نمودار آسینوس ایکس که گفتیم 4 تا تانژانت ایکس دوم، آقا وقتی میگه تانژانت ایکس دوم به جای اینکه تا پی دوم بیاد تا پی میره، پس آ الان پیه، همین 96 سینوس منهای کوسینوس گفتم به سینوس منهای کوسینوس سینوس به اضافه کوسینوس به توان 2 برسون میشه سینوس 2 به اضافه کوسینوس 2 منهای 2 تا سینوس ایکس کوسینوس ایکس مساوی به توان 2 اونورش یادت نره 3 4م، پس سینوس 2 ایکس بوده 1 4م، مساحت میشه 1 دوم آ به سینوس تتا، مخرج 8 صورت 35 35 هشتم. ببین اگه 40 هشتم بود میشد 5، حالا 5 هشتم کم داره، 5 هشتم هم از نیم بیشتره، پس از 5 بیشتر از نیم تا ازش کم کنی 4 و 375 خیلی گزینه مناسبیه، بله 4 ممیز 375 4 25 صدم 3 چهارم کم داره، اون 3 چهارم هنوز نرسیده. مجموع جوابای معادله کوسینوس 2x به اضافه سینوس 2x در بازه آ منفی پی تا پی، خب یه ذره چالش داد بهش، پس من میتونم همینو به عنوان سوال قلقلکی بعدی حساب کنم، تقسیم بر کوسینوس 2x کن عزیز من، میشه تانژانت 2x مساوی منفی 1، تانژان کجا منفی 1؟ کاپی منهای پی چهارم، پس 2x مساوی کاپی منهای پی چهارمه، پس x میشه کاپی دوم منهای پی هشتم، کاپی دوم منهای پی هشتمو بیا بکشم منفی اه 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 اشکال نداره اشکال نداره، منفی پی هشتم بهتر، اون دایرش خوشگل نبود، اینم خوشگل نیست البته، بس یه بار دیگه خوشگل بکشم، منفی پی هشتم منفی پی هشتم نصف پی چهارمه، 90 تا 90 تا 90 تا 90 تا، حالا گفته دروازه منفی پی، یعنی برگرد عقب منفی پی، حالا از اینجا استارت بزن، خب این منفی پی هشتمه، این منفی پی دوم منهای پی هشتمه، این میشه منفی پی، میشه پی دوم به اضافه منفی پی هشتم، این میشه 2 تا پی دوم به اضافه منفی پی هشتم، جمع این 4 تا عدد رو از من میخواد، خب چند تا منهای پی هشتم دارم؟ یه دونه، 2 تا، 3 تا، 4 تا، منفی پی هشتم میشه منفی پی دوم، منفی پی دوم با این پی دومه بره، پس میمونه پی منهای پی دوم، یعنی پی دوم یعنی گزینه 3، پس سوال قلقلکی دوم این باشه، پس تا اینجا 82 و 97 به عنوان قلقلقلیا، 82 خیلی سنگینم نبود، این دو تا مثلا یه ذره قلی بود، 82 و 97، اما 98 مجموع جواب های ایشون، او او داستانه، اینا رو باید چیکار کنم؟ بر حسب یه چیز بنویسم دیگه، مثلا سینوس 2x رو خب بنویسم 2 تا سینوس x کوسینوس x، کوسینوس 2x هم بنویسم 2 تا سینوس 2 ی... نه 1 منهای 2 تا سینوس 2 x، می‌خواستم کوسینوس بنویسم تصمیم گرفتم منهای 2 تا سینوس 2 x، فرقی نمی‌کنه ها، 1 منهای 2 تا سینوس 2 x مساوی 1 که با 1 میره میشه منفی سینوس x به اضافه کوسینوس x، خب سینوس x رو بیارم اینور از سینوس فاکتور بگیرم، کوسینوس x رو بیارم اینور تو این دوتا از سینوس فاکتور بگیرم، تو نه کوسینوس، کوسینوس x رو بیارم اینور و ازش فاکتور بگیرم میشه 2 تا سینوس x منهای 1، بعد اینجا هم سینوس رو بیارم اینور
از سینوس فاکتور بگیرم میشه دو تا سینوس منهای یک. حالا از دو تا سینوس منهای یک فاکتور بگیرم میشه کوسینوس منهای سینوس مساوی صفر. پس یه بار سینوس یک دومه، یه بار سینوس گفته دروازه صفر تا دو پی، یه بار سینوس مساوی کوسینوسه. خب سینوس کجا یک دومه؟ مجموع خواسته. سینوس اینجا یک دومه، به چپ چپ به راست راست، یه پی شیشم یه پنج پی شیشم. تا اینجا جمعشون چیه؟ شیش پی شیشم پی. پس تا اینجا پی تا داشته باش کنار. خب سینوس کجا مساوی کوسینوسه؟ سینوس اینجا مساوی کوسینوسه. دروازه صفر تا دو پی میشه پی چهارم و پنج پی چهارم که جمعشون میشه شیش پی چهارم سه پی دوم. سه پی دوم با یه پی میشه پنج پی دوم، یعنی گزینه یک. 99 درسته اگر که تو کس دیدیم رادیکال همگی با هم میگیم هوپیتال، ولی دیگه نه اینو دیگه این دیگه هوپیتال حرومه به خدا. رادیکال یک میشه یک. نقطه حدی داریم، نقطه حدی داریم، حدش هم منفی چهار شده، قطعا ریشه مخرج بوده، پس منفی یک صورت رو هم صفر میکنه. پس یک منهای آ به اضافه ب مساوی صفره. از طرفی جواب حد شده منفی چهار، پس هوپیتالش، پس دو ایکس دو تا منفی یک، یعنی منفی دو به اضافه آ به روی یک شده منفی چهار، پس آ بوده منفی دو، وقتی آ رو میذارم منفی دو میشه دوی به اضافه ب مساوی منفی یک، پس ب باید باشه منفی سه. حالا آ منفی دو، ب منفی سه، آبه میشه 6، یعنی گزینه 2. حالا ممکنه مثلا من اشتباه کنم توی این محاسباتم، ولی انشالله که اشتباه نکردم. اینجا هم پس خیلی نداشتیم. بریم سوال بعدی. 11 x پی 6 بالا پایین قرار میدم، پی 6 پایین بذارم میشه تانژانت 8 تا پی 6 میشه 4 پی 3 تانژانتش میشه رادیکال 3، پس این ور میشه آ رادیکال 3، اون ور سینوس 11 پی 6 منفی 1 دوم، پس آ میشه منفی 1 به روی 2 رادیکال 3. همین؟ واقعا؟ میشه منفی رادیکال 3 ششم ایشون. وضعیت پیوسته که در نقاط x و z چگونه است؟ خب یه گزینه زوج بررسی کرد، یه گزینه خب یه عدد زوج و فرد بررسی میکنیم. یک رو بررسی میکنیم، یک مثبت بذارم میشه منفی 1 به توان 1 میشه منفی 1، یک مثبت بذارم کوسینوس پی منفی 1، منای 1 میشه به اضافه 1 میشه 0، یک منفی بذارم یک منفی منفی توان 0 میشه 1، اونم میشه منای 1 میشه 0. پس تو 1 اوکی شد، پس تو فردها مشکل نداره. حالا زوجم چک کن، دو مثبت دو منفی، دوی مثبت بذارم براکت دوی مثبت میشه دو منفی به توان دو میشه یک، کوسینوس دو پی هم میشه یک، منای یک میشه صفر، دوی منفی بذارم منفی یک به توان یک میشه منفی یک، اونم میشه به اضافه اونم میشه صفر، پس هم زوج هم فرد پیوسته است. پس در تمام ایکس های صحیح با توجه به گزینه ها پیوسته است. سوال 103 باقی مانده تقسیم ایشون بر ایکس به اضافه یک برابر 3 است، یعنی اگه بزنم تو گوشه ایکس به اضافه یک باقی مانده میشه 3، پس f منفی 1 میشه 3، پس این منفی f منفی 1 میشه 3 مساوی 3، 3 رو بیارم این ور میشه 6، پس باید مجموع ضرر توانای زوج با مجموع ضرر توان فرد برابر باشه، اونا 3، اینم باید 3 باشه میشه منهای 3. این دیگه خیلی حرفه‌ای حساب کردم دیگه، بی خیال شد دیگه. حالا تو f منفی 1 رو بنویس. خب پس میشه fx شد این، fx شد x منهای 3x به اضافه 2x به اضافه 9. خب حالا باقی مانده تقسیم ایشون بر x منهای 2، یعنی 2 2 بذار میشه 2 تا f 3، f 3 میشه 27 منهای 27 با هم میره 2 3 تا 6 و 6 12، 2 تا 12 تا میشه 24 تا. اشتباه کردی؟ اون 9 اشتباه 6 دیدم. این تمه که میکنی تمه که میکنی 6 اونو 15 داد و 15 تا 30، یعنی گزینه 1. حاصل ایشون، آقا چک کن ببین 0 0 روم باشه، اگه 0 0 روم بود باید هوپیتال بزنی، اصلا 7 تا کوسینوس پی 4 میشه 7 تا رادیکال 2 دوم، بالا عدد مثبته پایین صفره، پی 4 مثبت 2 تا پی 4 مثبت میشه پی دوم مثبت، سینوس پی دوم چه پی دوم مثبت چه پی دوم منفی، سینوس میشه یک منفی، یک منفی یک منفی صفر منفی، عدد مثبت و صفر منفی میشه منفی بی‌نهایت، یعنی گزینه 4. اینجا هم مشکلی نداشت. 105 که خب مخرج مشترک داره فریاد میزنه دیگه، ایکس ایشون هم ایکس اوشون ایکس 2 به اضافه 1، ایشون یک منهای ایکس.
پس دور در دور میشه ایشون و ایشون میشه منفی x. تو مثبت بی‌نهایت جوابش میشه منفی بی‌نهایت، یعنی گزینه 2. سوال 106، f x ایشون داشته باشیم لیمیت f x سمت بی‌نهایت x سمت 2 مساوی بی‌نهایت. خب خیلی خوبه، همین الان 106 اضافه شد به اون مجموعه، همین الان 106 اضافه شد به اون مجموعه، نمیدونم چند تا بود 106 اضافه شد. آقا x به سمت 2 شده مثبت بی‌نهایت، یعنی مخرج x منهای 2 به توان 2 داشته با ضریب a، یعنی a در x منهای 2 به توان 2 یعنی x2 منهای 4 x به اضافه 4 شده a x2 a منهای 3. با اشکال نداره، a x2 به اضافه b x منهای 3، یعنی 4 a بوده منهای 3، از اون عدد ثابته باید میفهمیدی، پس a بوده منفی 3 چهارم. اوف اوف اوف. پس ببین وقتی x به سمت 2 رفته جواب بی‌نهایت شده، یعنی مخرج قطعا x منهای 2 به توان 2 داشته، جواب یه بی‌نهایت شده، چون صورت شما 2 رو بذاری میشه 12 منهای اون بزرگتره، یه عدد منفی، عدد منفی به روی 0 ضریبش هم منفی بوده دیگه، به روی 0 منفی میشه مثبت بی‌نهایت، پس a بوده منفی 3 چهارم. حالا که a بوده منفی 3 چهارم، حالا چی رو میخواد؟ تو منفی بی‌نهایت، تو منفی بی‌نهایت اشکال نداره، اون 4x2 میاد بیرون، 4x2 که دیگه 4x2 دیگه میشه منفی x2 به روی منفی 3 چهارم x2، جوابش میشه 4 سوم، گزینه 1. امیدوارم که محاسبم اشتباه نکرده باشم، امیدوارم. بعد شما میتونید چک کنید خودتون به ازای کدام مجموعه مقادیر برای a حاصل ایشون برابر منفی بی‌نهایت هست. آقا ایشون میخواد بشه منفی بی‌نهایت، مخرجش که صفر مثبته، پس صورت باید عدد منفی باشه تو 2، پس 2a منهای 4 باید منفی باشه، 2a بزرگتر از 2a باید کوچکتر از 4 باشه، a باید کوچکتر از 2 باشه دیگه، واقعا کوچکتر از 2 دیگه مساوی 2 هم که نیست چون صورت صفر میشه. گزینه 1، با توجه نمودار تابع فلان طول بزرگترین بازه که در آن افریم کشیده نمودار تابع رو ببخشید واقعا نمیدونم چرا کشیدن. حالا این نمودار سوال کنکور 99 هم بوده، سوال 98، سوال مشتق خارج از کشور، ماکسیموم مینیموم x قدر مطلق x داشت. خب آقا وقتی میگه f پریم سعودیه، یعنی اگر از f پریم مشتق بگیرم مثبته، f زگوند مثبته، تو فیزیک میخونی تقعر رو به بالاست، شتاب مثبته، گودی رو به بالاست، میشه منفی 2 تا 0، طول بازه میشه 2 واحد، یعنی گزینه 2. حالا اینم میتونیم من نه حالا اگه تقعر رو نمیدونستی، ببین f پریم سعودیه یعنی شیب ها در حال افزایش، ببین شیب الان اینجا خیلی منفیه، شیب خیلی منفیه، بعد شیب میاد صفر میشه، بعد مثبت میشه، شیب ها در حال افزایش، اونجوری هم میتونستی بگی. پس اینا به نظر من هم سوال مشکل نداشت. 106 هم پس بود، دو تا موند. آره 109 110 مشتق فقط دو تا داشت، سه تا داشت، 109 110. 109 کوسینوس تو پی 4 و سپی دوم علامتشو میخواد، میتونی مشتق بگیری میشه منفی سینوس، بچه من بلدن، میتونی هم کوسینوس رو بکشی، ها کوسینوس این شکلیه دیگه، تو سپی دوم، سپی دوم چون اینوره اینجاست دقیقا دیگه، شیبش مثبته، مشتقش مثبته، پی چهارم چون اونوره منفیه میشه منفی مثبت، به ترتیب گفته منفی مثبت، یعنی گزینه 4. این ساده هم که سوال خودم بود، گفته بودم خط مماس بر ایشون در نقطه پی واقع بر آن، در نقطه پی نقطه میخوام یه شیب پی بذارم که میشه صفر، پس نقطه میشه پی و صفر، پس نقطه پی و صفر، مثلا سمای 14 دیگه پی و صفر، شیب هم میشه مشتق، مشتق که میگیرم ایشون عامل صفر شونده است، از ایشون چون هنوز مشتق گیری وارد عرصه نشده بود عامل صفر شونده، یا به قول آقای کلاملکی قضیه گس، از این مشتق میگیرم. آقای کلاملکی هم سوال داشت تو این آزمون، ببینید سخت ترینش کدوم بود، ایشون احتمالاً سوال ایشون بوده، مشتق میگیرم، مشتق این میشه 1، بقیه‌اش پی رو جاگذاری میکنم، حالا یا حدش، آ اینجا دیگه فرقی نمیکنه، اونجا چون براکت x به براکت منفی x بود حدش فرق داشت با مقدارش، مقدارش 0 بود حدش منفی 1 بود که جواب درست هم منفی 1 بود، اما پی رو میذارم میشه 1 و 1 2، 1 منهای منهای 1 هم میشه 2، 2 میشه 1، پس مشتقم هم میشه 1، پس شیبم 1، پس این سوال اینه. حالا عرض از مبدأش میشه منفی پی،
حالا چی رو خواستم که گفتم این نقطه آه دیگه، پس آ مساوی منفی پیه، تانژانت منفی 7a4 رو خواستم که میشه تانژانت 7b4. 7b4 رو من میبینم که تانژانتش منفی 1ه، یعنی گزینه 2. خب خیلی ها شیب رو میزدن 1. اینم مجموعه سوالای بچه های عزیز تجربیمون. اما خواهش میکنم نرین، بمونین و تحلیل بچه های ریاضی رو هم ببینیم که خیلی خوبه، خیلی خوبه. خب بچه ریاضی، بچه ریاضی سوالاشونو فکر میکنم آقای اجلالی هم که زحمتشو میکشن. سطح سوالات خیلی بالاست، یعنی خودشون که ماشاءالله سوالات خیلی زیبایی تحلیل میکنن، تر میکنن. یعنی من اصلا سوالات آقای اجلالی رو میبینم، فکر میکنم حالا طبق اون حرفایی که از بچه ها میشنوم، تو فیزیک کانون هم یه آقایی هستش که همچین سوالایی داره، آقای برادران، ایشون مثل که سوالاش خیلی سخته. تو ریاضی الان آقای اجلالی دارن در واقع یه جور در واقع همون نقش و رول رو بازی میکنن و حالا خوبه، سوالا خوبه، واقعا سوالاشون خیلی آموزنده است، ولی خب واقعا باید استاندارد بودن آزمون هم در نظر گرفته بشه. البته ایشون استاد من هستن، ولی من نظرمو میگم. نمودارت ولی واقعا سوالاشون زیباست. من دیگه سوالو میبینم میفهمم، میگم این سوال آقای اجلالی داده. مثلا واقعا تو آزمون قبلی درست حد زده بودن. نمودار تابف، سوال قبل، آزمون قبلی نگفتیم درصد. چند تا 3-4 تا سوال خاص داشت آزمون قبلی. بذارید ببینیم درصدش هم. 3-4 تا سوال خاص داشت. یکی 106 بود. یکی 106 بود. یکی هم 82-97. 3 تا از 30 تا. یعنی به نظر من دانش آموزی که بالای 70 نزده اگر تو همین لول بمونه کنکورشو نمیتونه بالای 50-60 بزنه. باید ببینید خطاهاتون رو پیدا کنید، حالا یا نحوه درس خوندنتون رو اصلاح کنید یا بالاخره یه جای کار میلنگه اگر بالای 60-70 این آزمون رو نزده باشید. خب حسابان میگه نمودار تابع افرا یک واحد به راست منتقل میکنیم. وقتی یک واحد به راست منتقل میکنیم میشه x منهای 1. سپس طول نقاط را در 2 ضرب میکنیم، پس میشه ضریب 1/2. طول نقاط که در 2 ضرب میشه ضریب 1/2. 1/2 x منهای 1، یعنی x منهای 1، یعنی گزینه 3 میشه. گزینه 3 میشه. سوال 2، 2x منهای قدر x. خب تو x های مثبت بیا آقا ببینش، تو x های مثبت میشه 1x. 1x تو مثبت اینه، بالاست اینه، خب باید چپ و راستش هم فرق کنه، پس میشه گزینه 4. 3 و 1 روی تابع f به نقطه آپریم روی نمودار تابع ایشون تبدیل میشد. فاصله این تو، خب اون 3، پس این تو باید بشه 3. برای اینکه این تو بشه 3 x باید چند باشه؟ x باید باشه عرضم به خدمت شما که 1 منهای 2x مساوی 3 باید بشه، پس میشه 2x مساوی 2x مساوی 4، 2x مساوی 2x مساوی منفی 1. پس xش باید منفی 1 باشه حتما. حالا وقتی xش رو میذارم منفی 1، f 3 میشه 1، 1 منهای 3 میشه منفی 2، پس نقطه منفی 1 و منفی 2 اونم که 3 و 1. خب 3 و 4 و 5 گزینه 4. سوال بعدی، 3 به توان 3 منهای x2. خب اینا رو خیلی واقعا عجیبه سوالا، که خیلی به نظر من فعلا کاملا منطقیه، فکر کنم آرامش قبل از طوفان. البته 9 میشه 3 به توان 2 به توان میشه 3 به توان 2x، پس باید این بزرگتر از اون باشه، پس میشه x2 منهای 2x منهای 3 کوچکتر مساوی 0. طول بازه میشه 4 واحد، یعنی گزینه 1. خب 4 تای اول که خوب، خیلی خوب بود. سوال پنجم، دوره تناوب ایشون با بیشترین مقدار آن برابر است. خب داستان شروع شد. الان مثلا این میزنه به آقای اجلالی طور باشه دیگه این سوال. حالا باید چک کنیم، شما باید چک کنیم. دوره تناوب با بیشترین مقدار آن برابر است. دوره تناوبش میشه 2π به روی، حالا قدر مطلق نمیخوام، π/2a، که این π با هم میرن میشه 4 به روی a. 4 به روی a، بیشترین مقدارم که کسینوس باید بشه 1 میشه a به اضافه 3، پس a باید باشه 1.
آباد باشه یک بعد کمترین مقدار میشه کوسینوس میشه منفی یک میشه سه منهای یک میشه دو یعنی گزینه سه مجموع جواب های ایشون. ببین بچه ها اینم میخوره ها نگاه کنید هر وقت این ضرایب اینجوری رو دارید شما یه منفی رادیکال 3 دارید این ببین هیچ کاریش نمیتونی بکنی طرفین تقسیم رو کوسینوس کنی مثلا سوال تجربی ها یه رادیکال 2 به کوسینوس قوز بالا قوز میشه قوز بالا قوز میشه ببین سینوس ایکس هم میارم اینور رادیکال 3 تا کوسینوس ایکس مساوی این سوال مربوط به بچهای تجربی نیست فقط نگاه کنید اگه دیدید همچین چیزی رو شما ندارید همه رو تقسیم بر 2 کردم حالا یک دوم چیه کوسینوس 60 میشه کوسینوس پی سوم سینوس ایکس سینوس آلفا کوسینوس بتا کوسینوس آلفا سینوس بتا سینوس بتا سینوس پی سوم شده رادیکال 2 این رابطه 11 برای بچه ریاضی سینوس آلفا به اضافه بتاست پس سینوس ایکس به اضافه پی سوم بوده این که شده رادیکال 2 دیگه بقیهش معادله مثلثاتیش مشکلی نداره jx از 1 به fx fx رو داده خب jx تو 1 منفی این نمودار fxه fx تو 1 منفی چنده fx تو بس از 3 شروع کن fx تو 3 چنده 0 مثبت 1 بری 0 مثبت میشه مثبت به نهایت حالا f تو مثبت میاد میشه چند میشه 2 jx تو 1 منفی jx تو 1 منفی میشه 0 منفی چون پایینه خیلی قشنگه این سوال چون پایینه اینا خیلی خوبن jx تو 1 میشه 0 منفی یک بری صفر میشه منفی میاد تو منفی میاد جواب میشه منفی 2 حالا چی خواسته میشه 2 منهای منهای 2 میشه 4 نمیدونم کدومش منهای هم بود ولی 2 منهای منهای 2 فکر کنم خب تو x به سمت b شده منفی هم قالب مورد علاقه من دیگه بچه من میدونن دیگه x سمت b شده منفی به نهایت حاصل آی منهای b کدومه خب آقا وقتی این دو تا برابرن یعنی باید حتما باید سیکس من به شما گفتم اون مقادیر مربع کامل ها منحصر به فردن تقسیم بر 3 الان بکنی اینو بوده x2 منهای a سوم x x2 منهای 2x به اضافه 1 یا x2 به اضافه 2x به اضافه 1 یا x2 منهای 2x باشه یا x2 به اضافه 2x اگه x2 منهای 2x به اضافه 1 باشه یعنی x منهای 1 به توان 2 اگه x2 منهای 2x یعنی x منهای 1 به توان 2 پس x به سمت 1 رفته پس 1 منهای پی میشه عدد منفی به 0 مثبت جواب باید بشه منفی به نهایت بله درسته پس 3 تا پس آ بوده 6 آ نه آ بود آ آ آ آ به اون آ بوده 6 6 منهای پی نه نمیشه این نه 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 اوه 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 چه سوال خوبی ببینید مال آقای اجلالی احتمالا بچه این باید x2 به اضافه 2x به اضافه 1 باشه یعنی x به سمت منفی 1 باشه ب میشه منفی 1 وقتی ب میشه منفی 1 x به سمت منفی 1 مخرج بوده x به اضافه 1 به توان 2 3 تا x به اضافه 1 به توان 2 بعد وقت بعد a میشه منفی 6 منهای 6 منهای a میشه منفی 6 دیگه آره منهای 11 که بروی 0 مثبت میشه منفی بی نهایت حالا چی خواسته آی منهای ب پس آ میشه منفی 6 ب میشه منفی 1 منهای 5 میشه جواب یعنی گزینه 3 امیدوارم اشتباه محاسباتی نشده باشه معادله ایشون دروازه 0 تا 2 پی چند تا جواب داره کوسینوس 4 x باید بر حسب 2 x بنویسید دیگه ببین من به شما گفته بودم کوسینوس 2 آلفا 1 به اضافه کوسینوس 2 آلفا دوم کوسینوس 2 آلفا 1 منهای سینوس 2 آلفا دوم کوسینوس 2 آلفا ای خدا کوسینوس 4 x همین دیگه کوسینوس سینوس 2 آلفا 1 منهای کوسینوس 2 آلفا دوم کوسینوس 2 آلفا حواسم پرت شده حواسم پرت سوال قبلیه شده 2 آلفا دوم پس ببین من میتونم به جای کوسینوس 2 آلفا بر حسب کوسینوس 2 بنویسم میتونم کوسینوس 2 آلفا رو بر حسب سینوس یا اصلا بالا که باز میکردیم بال چپ و راست رو باز میکردیم الان میخوایم سینوسیش کنیم بال راست رو باز میکنیم کوسینوس 2 آلفا میشه 1 منهای 2 تا سینوس 2 آلفا پس کوسینوس 4 x میشه 1 منهای 2 تا سینوس 2 2 x بعد دیگه همش بر حسب سینوس 2 x میشه یه معادله درجه 2 میشه
دیگه خیلی طول کشید، من گرمم شده راستش بخواید. اف ایکس رو دارم، لیمیت اف ایکس سمت منفی بی‌نهایت مساوی 2. خب این خیلی سوال قشنگیه، فقط طولانیه دیگه. منفی بی‌نهایت اونجا باید منفی بیرون بیاری، بعد مساوی 2 میشه آ تو به دست میاری، بعد حالا بعد میری تو مثبت بی‌نهایت حساب می‌کنی. سوال خوبیه ولی یه ذره بذار حلش کنم. یه لحظه بچه‌ها خیلی گرمه، یه لحظه من اینو باز کنم. خب سر صدا هم که اذیت نمی‌کنه. خب آقا گفته تو منفی بی‌نهایت شده 2، تو منفی بی‌نهایت اون قرینش میاد بیرون دیگه، میشه 2x میشه منهای ax به اضافه 2a، اینجا میشه ax منهای x به اضافه 1، این شده 2. خب من با x هاش کار دارم دیگه، یعنی 2 منهای a در x به روی a منهای 1 در x، این شده 2. پس 2 منهای a میام این پایین، اش نه نمیام پایین، 2 منهای a مساوی 2a منهای 2. پس 3a میشه 4، a میشه 4/3، پس a میشه 4/3. حالا چی رو میخواد؟ تو مثبت بی‌نهایت وقتی a میشه 4/3 خودش میاد بیرون دیگه، میشه 2x به اضافه 4/3x، پایین میشه 4/3x به اضافه x. پس 6/3 چاست میشه 10/3، پایین 4/3 3/3 میشه 7/3، پس میشه 10/7 گزینه 4. نمودار تابع ایشون در آ مخالف سه فقط 2 خط مجانب داره. این مربوط به بچه ریاضیه دیگه، وقتی 2 خط مجانب داره، یه افقی که داره یک آمه افقیش، پس قائم هم باید یه دونه داشته باشه، پس مخرجش باید یه دونه ریشه داشته باشه، یعنی دلتای مخرجش باید 0 باشه، چون شبیه مربع کاملا نیست. دلتا میشه 9 منهای 4 آ مساوی 0، آ میشه 9/4، آ میشه 9/4. حالا اون ریشه چیه؟ منفی به روی 2 آ دیگه، 3 به روی 2 تا 9/4، یعنی 9/2، بله میشه 6/9 یا 2/3. پس قائمش میشه 2/3، وقت بعد اینم که 9/4 بود اون میشه 4/9، 2/3 و 4/9 میشه گزینه 1. در بازه آتابه نمودار ایشون اکیدن یک نواست. خب ایشون گلدونه، آقا گلدون کجا اکیدن؟ قبل ریشه یا بعد ریشه؟ حالا 2 واحد میره بالا، این گلدون منه. خب میگه اکیدن زیر خط 4 منهای x، 4 منهای x اینها، منفی x اضافه 4 اینها، اینه. پس این شاخه باید باشه، یعنی اینجا تا اینجا، مثلا منفی 2 تا 0، منفی 2 بدم این میشه 2، بر اساس چی بشه اصلا منفی 2 تا 0؟ 2 واحد. نمودار تابع تانژانت به روی رادیکال 4، چه قشنگ، چند خط مجانب قائم داره. چه سوال، چه امتحان خوبی بود. تا الان 13 سوالیم توی بچه ریاضی. آقا تانژانت 4 منهای x تو بین منهای 2 و 2 دامنش، منهای 2 و 2 سر و ته بازش مجانب یه طرف است، این دوتا. اما تانژانت هم از منفی پی دوم تا پی دوم که دوتا بین منهای 2 و 2، دوتا عددش بین منهای 2 و 2 دیگه، از منفی پی دوم تا پی دوم دوتاش هست، دوتا اونجا، یعنی منفی پی دوم پی دوم توی اون بازه هست، خود منهای 2 و 2 هم هست، میشه 4 تا، یعنی گزینه 4. خارج قسمت کیو ایکس، آقا وقتی بر ایشون تقسیم میکنی باید حواست باشه که باقی ماندت باید آ ایکس به اضافه ب باشه. من یه کلاس خیلی خوب بخش پذیری تو آبان گذاشتم توی سایتم، حتما بچه رشته ریاضی اون کلاس رو نگاه کنن، بزنید بخش پذیری پیدا بکنید، باقی ماندتون آ ایکس به اضافه ب میشه. قضیه تقسیم رو مینویسید، قضیه میگه آ کیو گفته چی؟ پی ایکس، گفته آقا پی ایکس، پی ایکس تقسیم بر ایشون میشه کیو ایکس. حالا مثلا اینم آ ایکس به اضافه ب، پس پی ایکس مساوی کیو ایکس در ایشون، که ایشون هم تجزیهش کنید دیگه، جمع ضربش صفره، کرشا یک، آمش ایکس منهای 1، اینم میشه 2 ایکس منهای 1، خب به اضافه آ ایکس به اضافه ب دیگه. این مقدار رو 1/2 میذاریم میشه 2، 1 رو میذاریم میشه 3، 2 رو میذاریم میشه 1، به دست میاد کیو. تانژانت پیکس و منهای پیشان روی کدوم بازه اکیدن یک نواست؟ بچه تانژانت در شاخه های خودش اکیدن یک نواست، یعنی در هر بازه ای که توی اون بازه تعریف شده اکیدن سعودیه، باید روی دوره تنوعش نگاه کنید، چک کنید توی اون بازه بینش شاخه ها قرار بگیره، یعنی در واقع مجانب تو بازه نیاد. یعنی شما تانژانت سینوس به کوسینوس دیگه،
یعنی شما کوسینوس پی ایکس دوم منهای پی چهارم رو مساوی صفر قرار بدید. پی ایکس دوم منهای پی چهارم مساوی کاپی به اضافه پی دوم. هر عددی که توی این بازه بود اون خراب میکنه. دو تا چیز همیشه یک نواحی رو به هم میزنن، یکی مجانبه قائمه، یکی رأس سهمیه. در شکل زیر آبسد، خب اینم که مشخصا 99 هم سوال اومده بود، تانژانت حالا آلفای منهای بتا، منتها اینجا داستانش فرق میکنه، اینو داده یک، اونم داده رادیکال پنج، پس وقتی این یکه اون رادیکال پنجه، اینم دوه، وقتی این یکه اینم رادیکال پنجه پس اینم دوه، پس تانژانت کل این معلومه تتا، اگه اینو بگیرم تتا، تانژانت تتا معلومه چی رو میخواد؟ تانژانت بتا رو میخواد. اینم آلفا هم معلومه تانژانتش، میشه یک به روی سه، چون مربع اون دیگه، آره، پس تانژانت تتای منهای آلفا رو میخواد که میشه تانژانت تتا منهای تانژانت آلفا یک به اضافه تانژانت تتا تانژانت آلفا. سوال راحتی بود دیگه تقریبا. و شبیه 99 همین رو فکر کنم داده بودن، یه دونم با درجه دو ترکیب شده بود که ریشه های مجموع ریشه ها واسه زبیشه. خب یه سوال خوشگل، تانژان چقدر خوب، تانژان تو رشته ریاضی آخه بلده. نگاه کنید این از پی 18 هم تا 5 پی 9 هم. این الان این نصف دوره تناوبه، شاید گیج شده باشید که این متغیر نیست، اشکال نداره، حرکت کرده دیگه. ببین این نصف این تی دومه، اینم یه تیه، پس سه دوم تی یا یک و نیم تی این فاصله رو اشغال کرده. 10 پی 18 هم منهای پی 18 هم، یعنی 9 پی 18 هم، یعنی پی دوم، سه دومش شده پی دوم، پس تی ضرب در دو سوم میکنیم میشه پی سوم، تیش به دست میاد و بعدش هم دیگه بقیه مقادیر معلوم میشه، اف پی 18 هم هم صفره. نمودار ایشون رو نسبت به برای ارزها و طولا، نسبت به برای ارزها قرینه میکنیم ایکس ها میشه منفی ایکس، نسبت به برای طولا قرینه میکنیم یه منفی پشتش میاد، سپس نمودار تا به دست اومد دو بار به سمت چپ، دو بار به سمت چپ هم که انتقال میدی، به سمت چپ که انتقال میدی، ایکساتو تبدیل به ایکس به اضافه دو کن، آخرش یه دونه به اضافه دو اون ته کسب نذاری، بعد دیگه آخر منطبق باشن. طولانی شد. اف داده ژ داده، نمودار اف به اضافه ژ کدام است؟ خب نکته این سوال قطعاً تو این قدر مطلق ایکس است، توی این قدر مطلق U است. در مورد X و رادیکال X به فرجه 3 بکشم اینا رو ببینید. نگاه کنید اینا بین منهای 1 و 1، نگاه کن X که علی بیرانونده، خود لوره، این آقا علی آقا، X علی آقا خود لوره، درسته؟ رادیکال ایکس به فرجه سم اینه. خب حالا بین ببین نگاه کن تو چه بازه هایی مثبت، تو چه بازه های منفیه. الان ایکس الان کیا بالاتره؟ منفی یک تا صفر بالاتره، یک به بعدم بالاتره، پس اون جاهایی که بالاتره خودش میشه، پس منفی یک تا صفر، این بازه ها رو بذار سبز میکنم. کجاها بالاتره؟ قرمز بالاتره، توی این قسمت قرمز بالاتره و توی این قسمت قرمز بالاتره. خب توی این قسمت ها چون قرمز بالاتره خودش میاد بیرون، پس میشه پس تو بازه های سبز خودش میاد بیرون، میشه یک دوم در ایکس منهای رادیکال ایکس به فرجه 3، اونم که خودشه یک دوم در ایکس به اضافه رادیکال ایکس به فرجه 3. حالا وقتی اینا با هم جمع میشن، یک دوم با یک دوم میشه خودش دیگه، میشه ای دوتا از اینا، میشه دوتا، این دوتا هم که با هم میرن پس چی میشه؟ میشه ایکسه، میشه ایکسه، یعنی توی این بازه ها میشه ایکسه، یک دوم ایکسه، نمیزنم و نزدم و جمع، یک دوم ایکسه با یک دوم ایکسه میشه ایکسه، تو بازه سبزا پس ایکسه حاکمه، یعنی ایشون میشه، اینجا ایشونه، اینجا هم ایشونه. اما بازه های بنفش، بازه های بنفش یعنی قبل از منفی یک و بین صفر و یک، آبی بالاتره، وقتی آبی بالاتره اون تو منفی میشه، میشه منفی یک دوم ایکس به اضافه یک دوم رادیکال ایکس به فرجه 3 به اضافه یک دوم ایکس به اضافه یک دوم رادیکال ایکس به فرجه 3،
اینا با هم میرن دو تا یک دوم رادیکال رادیکال ایکس به فوج 3. پس تو بنفشا رادیکال ایکس به فوج 3 حاکمه، یعنی ایشون میشه تو بنفشا رادیکال ایکس به فوج 3 حاکمه، یعنی ایشون میشه. پس منحنی ما دیگه آبی و قرمز نیست، سبز و بنفشه. پس آبی و قرمزا رو پاک میکنم. چقدر سوال زیبایی، حالا چجوری اینو کشیده؟ این میشه گزینه یک. اوف 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 اوف، من مطمئنم این سوال آقای اجلالیه. خدایا منو بندتو شرمنده نکن. قسمتی از نمودار ایشون در شکل زیر رسم شده، کمترین مقدار مثبت حاصل آی به اضافه ب به اضافه سه کدام است؟ خب اینم که آقا یه سینوس سعودیه، ضریب یک دوم داره، با چیزی جمع تفریق نشده، باز آمو قطعا یک دوم تو صفر چون سعودیه، آمو یک دومه. اینم از سه دوم تا نه چهارم، سه چهارم دوره تناوب سه چهارم تی، همه این همین الان حل کردم دیگه، سه چهارم تی این بازه است، میشه نه چهارم منهای سه چهارم، یعنی شیش چهارم، یعنی سه دوم. پس تی میشه دو، تی میشه دو، بعد دیگه حالا دیگه بقیهش مشخصه دیگه. نکتش همین بود. و سوالات آشنا، رادیکال ایکس با شتاب ژ را از روی تابع اف با انتقال یک واحد به چپ قرینه نسبت به ایکس ها. خب حلش کنیم، یک واحد به چپ قرینه نسبت به ایکس ها، یک واحد به چپ رادیکال ایکس قرینه نسبت به این و در انتها یک دوم به سمت بالا، یک دوم به سمت بالا، همون فیزیک، همون فیزیک، یعنی یک دوم، یعنی این الان منفی یک دومه. خب اینه، این جی ایکس دیگه. حالا جی ایکس کجا صفره؟ جی ایکس مساوی صفر قرار بده، این میشه منفی رادیکال ایکس به اضافه یک به اضافه یک دوم مساوی صفر. این باید باشه یک دوم، پس این تو باید باشه یک چهارم، پس x باید باشه منفی 3 چهارم، پس این منفی 3 چهارمه، پس 2xش میشه 2x باید بشه منفی 3 چهارم، پس x باید منفی 3 هشتم باشه، گزینه 2. این سوال 102 هم که خوراکه، عشق من این سوالا دیگه. x منهای 2 برای x بزرگتر مساوی 0، x داشتی بیرانوند منهای 2 فقط برای x بزرگتر مساوی 0، این ورش رو نمیخوام، این ورش رو نمیخوام، فقط این ور رو میخوام داشتی رو مساوی هم داره. آی به اضافه ایکس، ایکس های کوچکتر از صفر. حالا چی میخوای آقا؟ میخوای چی باشه این؟ برد تابع مجموع عدد حقیقی است. برای اینکه کل عدد حقیقی پوشش بده، این آقای آ نباید کمتر از منفی 2 باشه، آ باید ایشون اینجا باشه که کلشو، آ باید بزرگتر مساوی منفی 2 باشه، کمتری مقدارش میشه منفی 2 دیگه. حالا مشکلی هم نداره که خود منفی 2 باشه، آره کل عدد حقیقی رو پوشش میده، پس کمتری مقدارش میشه منفی 2. اگر اف ایکس اکیدا نزولی و مثبت باشد، اکیدا نزولی و مثبت، ببین اکیدا نزولی رو بگیر منفی ایکس، مثبت میشه توی ایکس های منفی، پس اکیدا نزولی و مثبت میشه منفی ایکس توی ایکس های منفی. خب آقا حالا چی رو میخوای؟ کدام تابع زیر الزاماً اکیداً سعودی است؟ خب منفی یک برای منفی ایکس که میشه یک ایکسوم، یک ایکسوم که چی؟ یک برای منفی ایکس منفی یک ایکسوم، منفی یک ایکسوم تو ایکس های منفی، اینه دیگه سعودیه، درست الزاماً سعودی است. گزینه تو آدوازه منه 81 بخش پذیر است، بخش پذیر نیست، بخش پذیر باشه پس ریشه اونو به دست میاریم، میشه مثبت و منفی رادیکال 3 به فوجه 3، کدوم یکی از اینا رو صفر میکنه. سوال بعدی اینم که خیلی معروفه، سوال کنکور 93 تجربیه که جوابش 2.5 میشد، فاصله بین دو دره دور تناوبش، خیلی بچه ها اشتباهی فکر میکنن کوسینوس سینوس نزولی تو شروع، پس بی منفیه و دور تناوبش 4 شده و دیگه مشخصه. تانژانت دقیقا دو ریشه داره، تانژانت رو باید بکشی منفی 5، فقط چون تانژانت 2x جمع شده دیگه، در چند نقطه باید ببین منفی 5 قطعش میکنه. این سوال خیلی معروفیه، یه معادله مثلثاتی خیلی نزدیک به کنکور، سینوس 5 پی 6 میشه 1 دوم، سینوس پی دوم به اضافه x میشه کوسینوس x، سینوس پی اضافه منفی سینوس x میشه منفی سینوس x، کوسینوس x میشه منفی 1 دوم سینوس 2x مساوی
صفر پس سینوس 2x باید 1 باشه پس 2x باید 2 کاپی اضافه پی 2 باشه پس x میشه کاپی اضافه پی 4 یعنی گزینه 1 اینجوری میشه قوی دانش آموز خفن سینوس 3 پی منهای x صفر مثبت سینوس پی منهای x میشه سینوس x دیگه همون x دیگه x به روی x رادیکال x میشه 1 به روی 0 مثبت میشه مثبت به نهایت گزینه 2 اگر n طبیعی باشد چه خوشگل کدام نمیتواند چه خوشگل چه خوب به به اگر n 4 باشه عزیزم جواب میشه 5 سوم پس این خط میخوره اگر n کوچکتر از 4 باشه عزیزم جواب میشه 0 پس اونم خط میخوره حالا اگر n بزرگتر از 4 باشه که جواب بی‌نهایت هیچی اما اگر n 1 باشه اوف 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 اگر n 1 باشه مخرج میشه منفی x صورت میشه 5 صورت میشه 2 2 اگر n 1 باشه صورت میشه 2x مخرج میشه منفی x میشه منفی 2 پس منفی 2 هم میتونه باشه آره دیگه n 1 باشه این که میشه هیچی صورت میشه 2x مخرج منفی x میشه منفی 2 پس گزینه 3 میشه جواب اینم نقطه تلاقی مجانبه نمودار سوال کنکور تجربی 90 فکر میکنم اینقدر دیگه دور شدیم از اون سوال و سوال جدید حل کردیم 5x به اضافه 5 به روی 5x بود قائمش 0 بود افقیش 1 بود نقطه تلاقیش میشد 0 و 1 و ماتریس یادش بخیر نمیدونم چقدر شد ولی به من خوش گذشت بررسی و تحلیل این سوالا رشته ریاضی رو حسابانش رو بخوام تحلیل کنم سوالایی که یه مقداری نکته داشت 104 دوتا نه اینا مشکل نداشت دوتا حالا مثلا این میتونه 3 تا 4 تا طولانیه 5 تا 5 تا 6 تا 7 تا طولانیه فقط دیگه 8 تا گفتم بهتون رشته ریاضی رو حدس میزدم 8 تا این نکته است 9 تا 9 تا نه این راحته این طبعا راحته 9 تا این خوبه این طولانی 10 تا این نکته داشت 11 تا این نه خوبه 11 تا این برای رشته ریاضی سوال معقولیه 11 تا 12 تا سوال به نظرم از مجموعه 30 تاش یه مقداری داستان بود و از 60% کسایی که زدن برن رو حسابان بالای 80-90 کنکور خیلی مخلصم به امید دیدار شما دو سه تا آزمون دیگه هم مونده تحلیل کنم که دیگه قولی که امسال دادم عمل کرده باشم یا علی خدا نگهدار